نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه بیستم جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با مراتب ولایت و ضرورت آن با ذکر یک مثال فرمودند، اگر زنی شوهرش به حبس 20 یا سی ساله مبتلا شده و نمیتواند در کنار همسرش باشد و این زن در حرج قرار گرفته و مرد هم امکان طلاق ندارد و دسترسی به او هم نیست در چنین شرایطی اسلام تکلیف او را روشن نموده و قاعده لاحرج شامل حال او می شود. گونه که در آیه 78 سوره حج آمده است و ما جعل علیکم فدینی من حرج و خدا در مقام تکلیف بر شما در دین اسلام مشقت و رنج قرار نداده است معظم الله همچنین با اشاره به قاعده لا زرار که برگرفته از روایت منصوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی لا و لا زرار فل اسلام است فرمودند از آنجا که هر گونه زرار و زرار در اسلام ممنوع است اگر این زن فقیر است و شوهری هم برای سرپرستی او وجود ندارد و درآمدی هم برای تأمین مخارج خود ندارد قاعده لازرار هم جزء احکام اسلام است و شامل حال این زن می شود ایشان در ادامه فرمودند لذا بر اساس قاعده لاهراج و قاعده لازرر حاکم شر میتواند این زن را طلاق دهد یعنی قدر متیقن آن است که حاکم شر در این زمینه ولایت دارد و هیچ کس غیر از حاکم شر حق طلاق ندارد چون این حق در ابتدا مربوط به امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت کبرا به خاطر ادله ولایت با فقیه جامع و شرایط است و در این زمینه چه فقهایی که به ولایت عامه معتقد هستند و چه کسانی که مانند شیخ انصاری به ولایت حسبه اعتقاد دارند اتفاق نظر دارند آیت الله رازی در رابطه با زمانی که دسترسی به فقیه جامع و شرایط وجود نداشت فرمودند اگر دسترسی به فقیه جامع و شرایط ممکن نبود باید به عدول ببخشید باید به عدول مؤمنین رجوع کرد و اگر دسترسی به آنها هم نبود مؤمنین غیر عادل هم در این خصوص ولایت دارند چرا که بنا نیست امثال این زن بلا تکلیف و در حرج گرفتار بمانند با هم فرمایشات آیت الله العظما را ببینیم و بشنویم بنا نیست این زن بی تکلیف بمونه در حرج خود قرآن گفته ما جعل علیکم فی دین من حرج وقتی ما جعل علیکم فی من حرج این زن را از حرج در میاره وقت طلاق یا طلاق حاکم شرع میده اگه ممکن میسور باشه اگه حاکم شرع میسور نباشه سایر مؤمنین که شیخ تو مکاسب بحث این را مفصل داره سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به این شرح بود شرایط محقق شدن طلاق شرح آیات 103 104 و 105 سوره کهف شرح قاعده منبلغ شرح آیه 100 سوره یونس، مباحثی در رابطه با جبر و اختیار، توضیحاتی در رابطه با قاعده لا زرار و لا زرار شرح آیه 31 سوره اعراف و حکم استفاده از زینت در مسجد و حرم حضرت سید شهده علیه السلام از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله رزی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه 6 رأس ساعت 11 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره 100 فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید